ماجرای آقای آجری اینجوری شد. ایشون رفتن همدان، در بعضی شهرهای دیگه هم حرفایی زده بودن و همه من خواستیم که آقا خاتمه بیا به قائله پایان بپذیره. و من اینجا عرایضی که عرض کردم از قوه قضاییه و مراجع بزرگوار خواستم وارد نشن و ما دفاع میکنیم، چون واقعا یه سری حرفا به حوزه ها به مراجع بر میخورد، به فقه شیعه و علما بود. ما هستیم سرباز کوچک و دفاع میکنیم. همینجا عرض میکنم که یادتون باشه اول خانواده گرانقدر و عزیزش، مادر بزرگوارش، خانوادهاش، بچهاش بدونن چنین چیزی نیست و به یاری خدا، به فضل پروردگار، امیدواریم همطور که اشاره فرمودن به زودی به خانوادش هم برگرده. این نکته اول. نکته دوم، اونایی هم که بیرون نشستن برای ما نقشه میکشن، خواهش میکنم اونا اون جنایت هایی که در فلسطین دارن میکنن اونجا از حقوق بشر دفاع کنن، اونا لازم نیست از اون دفاع کنن. ما خودمون هم از اسلام دفاع میکنیم، هم از آرمان های انقلاب دفاع میکنیم، هم از فقه شیعه دفاع میکنیم، هم از اصلاحات دفاع میکنیم. اصلاحات هم ادامه داره، هم اصلاحات ادامه داره، هم انقلاب ادامه داره، هم آرمان های ادامه. و امام هیچ لازم میتونه از ما دفاع کنن. همینجا اعلام میکنم بنده به عنوان یه روحانی، سخنگوی عده از مراجع که باشون تماس گرفتم، از این حکم ننگین اظهار انزجار رو تنفر میکنیم. بنابراین این هم یه نکته که عرض میکنم در محضرتون. بنابراین انتظاری هست که به یاری خدا دوستانمون آرامش رو حفظ کنه، مسئله حل و هیچ مشکلی هم به یاری خدا و به فضل پروردگار نداریم. قضیه هم آنی به زودی به یاری خدا تمام میشه و خاتمه میابه. منتها من استدعا میکنم از ریاست محترم قوه قضاییه برای که ما تبعاتی قضایی ها رو ندیم، ما این دشواری ها رو تحمل نکنید. خب من حرف خودم میزنم، شما هم هر کی بخواد یه حرف خودش میزنه، من رجیم کنم اینا ما تبعات باید بدیم، اینا ما مشکلات باید تحمل کنیم. روحانیت شیعه روحانیت تحمل بوده، روحانیت شیعه روحانیت بعد منطق بوده، استدلال بوده، حرف حسابی بوده. آخه ببینید شما ندارید، ببینید تمام افراد با سلایق مختلف نامه هایی که به دست من همین بعضی نماینده ها دادن که ما اگه دست بندی کنیم بگیم از سران مثلا محافظه کارن، نمیشه اصلا از احضار ایشون به دادگاه ما مخالف بودیم، اصلا چرا ایشون احضار کردن. و واقعا روزای اولی جوری. بنابراین این مسئله مربوط به یه جریان نیست، مربوط به کل نظامه، به کل انقلابه. و به یاری خدا، به فضل پروردگار موضوع هم خاتمه بیابه و تمام میشه و انشاءالله امیدواریم که این سری مسائل تکرار نشه. من تنها یه موعظه به مسئولین قضایی میکنم، یک موعظه به عده از علما میکنم، یه موعظه به اندکی با همه ناچیزیم به روحانیت میکنم. حرفای مرحوم شهید بزرگوار متحری فراموشمون نشه. متحری بزرگوار، متحری که امام میفرمود همه نوشتاش مورد تایید منه و مورد استفاده، فراموشمون نشه که نکاتی در این زمینه داره. خدایی نکرده بعضی ها پاری نکنن که همش به حساب اسلام و به حساب روحانیت و به حساب ملت گذاشته بشه.